نیم حلقه هستن اینجا که میبینیمشون. مثال بعدی یه مقدار مثال ها رو کمیترش کنیم، از حالت خاص بیاییم بیرون. مثلا همه اف رو بگیریم، بازه های نیم باز از پایین به چه صورت؟ من این آر تعریف میکنم، ایکس رو میگیرم آر و بازه آبی رو تعریف میکنیم به ایسر آبی. اگر آن کشتر مساوی بی باشد که میشه همون فاصله آبی، اگر آبوتر مساوی بی شد مساوی با توهی، اگر آبوتر مساوی شد مساوی با توهی، و اگر آبی بشه مجموع همه مجموع همه ایکس هایی که ایکس بین بزرگتر مساوی آ کوچکتر از بی هستش وقتی آ کوچکتر از بی هست. اف رو تعریف میکنیم، یا در واقع بی رو تعریف میکنیم، مجموع همه آ و بی هایی که در واقع آ و بی متعلقن به آ. ببینید چون میخوام کلی بازه های نیم باز و نیم بسته از پایین رو تعریف کنم، اینجوری می‌نویسم. میگه اگه نوشتی مثلا منهای شدی پنج و منهای دو نوشتی یعنی توهی، اگر این از این بزرگتر شد توهی، کوچیکتر بود که همون بازه معمولی خود. بیا تعریف میکنیم این، درسته؟ حالا بی چه خواصی داره؟ یک، توهی متعلق به بیه، چون بازه مثلا یک و مثلا منهای یک رو من تعریف کردم توهی دیگه، خودمون باشیم توهینو مصاحب توهی بازه یک و منهای یک رو، پس متعلق است به بی، درسته؟ دو، اشتراک اگه بخوایم بگیم بازه آ و بی، اشتراکش بازه چی؟ سی و دی بخوایم بگیم. ببینید دو حالت داریم، یعنی از هم جدا هستن مساوی با توهیه که زمانی که بی از سی کوچکتر باشه، بی کوچکتر از ده از سی باشه، حتی مساوی هم باشه میشه چند؟ میشه توهی. اما اگر بی بزرگتر از سی باشه، خب اگر بی بزرگتر از ده از بینه دی و سی باشد، بی بین سی و دی باشه، اونگاه آ و بی اشتراکش با سی و دی مساوی میشه با در واقع بی و سی باز، نه بشه سی و آ و بی بازه، این بازه بشه سی و بیه بازه باشه، بعد نوشتیم میشه در واقع سی و بی باز. اگه بی بروتر از در دی باشه، اگر بی بروتر یا مساوی دی باشن، مشخصا در واقع آ و بی اشتراکش با سی و دی، بی بروتر از در اینه به آ رب داره که آ بروتر از سیه یا کمتر از دیه، درسته؟ دو حالت میگیم که مساوی است با سی و دی اگر چی باشه؟ آ بزرگتر از کوچکتر از سی باشه، کوچکتر مساوی سی باشه، اگر آ بزرگتر از سی باشه میشه چی؟ میشه آ و در واقع دی. پس در همه حالت ها این نسبت به اشتراک بسته. پس اگر آ و بی متعلق به این بی بزرگ شد، آنگاه آ اشتراکش با بی متعلق است به بی. شرط اول رو داره، شرط دوم هم داره، و اما شرط سوم که اینجا داریم، اگه آ و بی منهای سی و دی رو در نظر بگیریم، منهای سی و دی رو اختیار کنیم، آ و بی منهای سی و دی، بازم بر حسب سی شرط تقسیم بندی کنیم که کجا قرار میگیره. اگر شما این آ و بی باشد، در واقع این هم سی و دی باشه، حالت اول سی و در واقع دی باشه، اگر اینجا بخواییم آ و بی منهای سی و دی رو حساب کنیم میشه چی؟ میشه آ و سی، حالت اول میشه چند؟ آ و سی باز، چون خارج شده سی، آ و بی منهای سی. اگر سی اینجا باشه، آ و بی منهای سی، یعنی آ و بی داخل سی و دی باشن، میشه توهی، یعنی چی باشه؟ سی کوچکتر مساوی آ، اینم کوچکتر مساوی بی، کوچکتر از بی، اینم کوچکتر از مساوی دی باشه، اینجوری باشه کاملا میشه توهی،
حالت بعدی سی این ور باشه بی بلوتر باشه دیگه، نه میشه چی؟ حالت بعدی رو خواهیم بگیریم در واقع بشه سی کوچکتر از دست آ، کوچکتر از دست بی، کوچکتر از دست دی باشه. از این طرف آ رو بی منهای سی و دی، نه اینکه نه بلوتر از دست آ کوچکتر از دست سی، کوچکتر از دست دی، کوچکتر از دست بی باشه. وقتی آ و بی منهای سی و دی دیگه در واقع بی اومده اینجا قرار گرفت، حالت بعدی بی اینجاست. آ و بی این آه اینم بی سی، آ و بی منهای سی و دی در نظر بگیریم، آ و بی منهای سی و دی بگیریم در واقع میشه دی بسته تا دی بسته تا بی. به هر حال همه حالت ها هم تبدیل میشه به بازه، پس نسبت به توهی اشتراک و تفاضل بسته است، یا ببخشید قرار بود تفاضل بسته باشه، قرار بود به صورت اجتماع بنویسیم، من اشتباه کردم. آیه منهای بی رو اگه بخوایم در نظر